خانواده آریانوسی در یک حادثه غیر منتظره به یک بارگی در سوگ از دست دادن خواهر بزرگشان نشستند و همه چیز به یک بارگی تغییر کرد. امیده خانم که خواهر بزرگ آریانوسی بود در یک روز کاملا خوشی که به دیدار دخترش به استادیوم ورزشی دنمارک رفته بود و میخواست موفقیت های دخترش را از نزدیک تبریکی بگوید، چنین حادثه رخ داد. منابع میگویند که امیده خانم پس از برگشت به طرف خانه در نزدیکی باشگاه ورزشی به اثر بی‌احتیاطی راننده لاری تا یک حادثه دلخراش جان را به جانان می سپارد و راهی دیار ابدیت می شود. روز قبل خانواده آریانوسی با دل پر از درد خواهرشان را در ادیره مسلمانان در یکی از شهرهای دنمارک در دل خاک سپاریدند و برای امیش با پیکر بی جان او خداحافظی کردند. در تازه ترین نوار که از مراسم خاکسپاری او در فضای مجازی پخش شده دیده می شود که شمار زیادی از دوستان و نزدیکان او برای اجرای مراسم تدفین آمده اند تا امیده خانم را با عالم از آرزوهایش در دل خاک بسپارند و برایش دعا کنند. اگرچه مرگ عکست و هر کس روز یکی پی دیگر خواهد مرد و این جهان فانی را ودا خواهد گفت، اما رفتن و آسمانی شدن عزیزان بسیار دردآور و غیر قابل تحمل است. عزیزانی که آدمی یک عمر با آنها خاطره های دارد و زندگی را از ایام کودکی یک جا گذرانیده، درک این واقعیت که دیگر او زنده نیست خیلی مشکل و رنج‌آور است. به همین سبب گفته می شود که آریانوسی خواهرانش و خواهرزاده هایش در این چند روز گذشته شب و روز بسیار غمناک را سپری می کنند و همواره در سوگ خواهرشان ناله و بیتابی بسیار را داشتند. از سوی دیگر مردم نیز با آریانوسی دلجویی کردند و با پیام های جداگانه برای آریانوسی چینی نوشتند. در تازه ترین پیام خانم عاطفه نوشته کرده گفته واقعا حادثه خیلی دردناک بود. برای تمام بازماندگان مرحومه امیده جان ندیم تسلیت میگویم و برای همه اعضای خانوادهشان صبر و شکیبایی از خدای بزرگ استدعا می نمایم. روح متوفا شاد و بهشت برین ماوای ابدیشان گردد. در امین آل دوست دیگه نوشته کرده گفته آریانو جان عزیز، خداوند برای شما و تمام فامیل محترم شما صبر جمیل بدهد. روحش شاد و یادش گرامی باد. همچنان کس دیگه نوشته کرده گفته که من درد از دست دادن خواهر رو خوب میدانم که مانند این است که همه استخوان‌ها می‌سوزند. خداوند خواهرتان را غریق رحمت کند و حجر اما قربانی هایی که برای فامیل خود داده برایش بدهد. همچنان در یک پیام دیگه نوشته کردن گفتن محترمه آریانا جان، سلام و تسلیت خود و خانواده خیش را به مناسبت مرگ خواهر مرحومیتان عرض می کنم و به شما هم و همه فامیل عزیزانتان از بارگاه الله بینیاز صبر جمیل آرزو دارم. جایشان جنت برین و روحشان شاد باشد. همچنان آقای وحید نوشته کرده گفته آریانا جان گرامی، در گذشت خواهر عزیزتان خبر بود که نه تنها ما بلکه تمام دوستان و علاقمندانتان را نهایت متاثر ساخت. از دست دادن عزیزان در داور و استخوان سوز است. من و خانمم شمیم جان خود را در غمتان شریک می دانیم و از خداوند منان برای خواهر گرامیتان جنت برین و به شما و خانواده معززتان صبر استدعا می نمایم. در امین آل دوست دیگه نوشته کرده گفته خداوند رحمتشان کند. غم آخرت باشه آریانای عزیز. کم فکر می کنم میگم تو چقدر دیگه باید غصه بخوری. این همه غم از پا درت میاره. بیشتر به خود فکر کن، آریانا قوی ترین موجود در روی زمین است. یام علاقمنده، یکی از علاقمندای خانم آریانوسی بوده که با الفاظ بسیار پر از مهر و محبت خواسته که آریانوسی را دلجویی بده. همچنان در یک پیام دیگه نوشته کردن گفتن با نهایت تأثیر در گذشت نابهنگام خواهر عزیزتان را خدمت شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض نموده، از خداوند یکتا برایتان صبر و شکیبایی تمنا دارم. همچنان در پیام بعدی گفته زندگی سرتان باشه، آریانا جان در غمتان شریک هستیم، روحش شاد و یادش گرامی باد. همچنان آقای نور نوشته کرده گفته تسلیت عرض میکنم بانو سعید،
خداوند صبر جمیل برای شما بدهد. واقعا یک خانم قهرمان، مهمان نواز، مهربان و خانم مسلمان بود. روحش شاد و جنت فردوس جایگاه ابدیش. گفته که انشالله در مراسم خاکسپاری هم اشتراک میکنم. یکی از دوستا و نزدیکای خانم آریانا سعید بودم. چنان در یک پیام دیگه خانم دیبا نوشته کرده، گفته روح امیده جان شاد و بهشت برین مکانشان باشد. از بارگاه الله جل جلاله صبر جمیل به همه بازماندگانشان استدعا می نمایم. آریانا جان عزیز، خداوند برایت صبر بدهد و این غم آخرت باشد عزیزم. همچنان پیام دیگه از دوست ما آمده، گفته نوشته کردن، گفته ارگل که بیشتر به چمن می دهد، صفای گلچین روزگار امانش نمی دهد. گلچین روزگار عجب با سلیقه است، می چیند آن گلی که به عالم نمونه است. رویشان شاد، جایشان بهشت برین. برای آریانا جان و بقیه خانواده ندیم از خداوند منان صبر جمیل آرزومندم.